سلام، محمد عمر کمال هستم و در این مستند از تاریخ و اهمیت کوه آسمایی کابل برایتان خواهم گفت. قبل از تماشای این ویدیو، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را فشار بدهید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر شوید. شما می توانید برای حمایت از ما و با ساب هرچی بیشتر تاریخ کابل این ویدیو را با دیگران شریک سازید. شهر کابل یکی از شهرهای باستانی افغانستان بوده که در متون مختلف تاریخی از آن به نام‌های مختلف یاد گردیده است. دژ تسخیر ناپذیر روی کوههای شیر دروازه و آسمایی بیانگر تاریخ کهن این شهر و اهمیت جیوستراتژیک آن در ادوار مختلف است. کابل که از حیث تاریخی حوادث زیادی را تجربه کرده است، از حیث پیشینگی و سابقه با قدیمی ترین شهرهای افغانستان بلخ و بامیان همسری داشته و در کتاب ریگ‌ویدا نامی که سبخار برای کابل استعمال شده است. تجارت و شهرت بازرگانی کابل در زمانهای خیلی قدیم معروف است، چنانچه در جریان حملات اسکندر نیز موقعیت مهم تجارتی خود را داشته و راههای تجارتی از هر طرف به آن وصل است. در آثار مورخان عهد اسکندر و در جغرافیای بطلمیوس از آن به نام قابوره یا کابورا و اورتوسپاته یاد شده است. شهر کابل در دامنه کوه آسمایی و شیر دروازه به هر دو طرف دریای کابل آباد شده و سطح بحر نزدیک به 6,500 فوت ارتفاع دارد. در زمان قدیم در گرداگرد شهر کابل دیوارهای استواری موجود بود که ارتباط شهر با نواحی آن با 7 دروازه صورت می گرفت. امروز هم آثار دیوارهای شهر بر کوه آسمایی و شیر دروازه شاهد استحکام سابقه آن است. دیوارهایی که با بی‌توجهی محض مواجه است. در ادبیات پهلوی نام این شهر کابل قید شده است. نام این شهر را کابل و کاول و کاول نیز گفتند. همچنان بعضی مورخین یونان آن را کابورا و کارورا نیز گفتند. دیوارهای کابل که امروز نیز بقایای آن بر سر کوههای شیر دروازه و آسمایی دیده می شود از طرف شاهان کابل بنا شده بود تا در برابر هجومهای بزرگ بتوانند مقاومت کنند. در شاهنامه فردوسی مکرر از کابل و کابلستان نام برده شده است. در سال 81 هجری وقت مسلمانان به شهر حمله کردند، شهر را از طرف دهمزنگ شکافتند. مسلمانان عرب فاتح شدند و شاه کابل به گردیز رفت. از آنجایی که این مستند پیرامون کوه آسمایی است، تصمیم دارم در مستند دیگر روی تاریخ شهر کابل صحبت کنم. در بالای کوههای آسمایی و شیر دروازه دیوار با ارتفاع 20 فوت و با پهنای 12 فوت در زمان حمله عرب بر کابل ساخته شده است که تاکنون نیز پابرجاست. آسمایی کوهی است در مرکز شهر کابل که به طرف غربان دریای کابل و پس از فاصله 300 متر کوهی دیگری به نام شیر دروازه قرار دارد. فاصله مجموعی بین شیر دروازه و آسمایی 300 متر است. از لحاظ زمین شناسی آسمایی و شیر دروازه یک کوهند که توسط دریای کابل با گذشته هزاران سال جدا شدند. این کوه از لحاظ جیولوژیکی قبلا آتش فشانی بوده و تا اکنون به ندرت زمین لرزه داشته است. به سبب ارتفاع نسبی این کوه نسبت به سایر قسمت‌های شهر کابل از این کوه به عنوان برج مخابراتی استفاده می‌شود و فرستنده‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی کابل بر روی این کوه قرار دارند. ردبیل شاهیان و زنبیل شاهیان این کوه را به نام کوه آسمایی می‌نامیدند به خاطر اینکه در محل زیارتگاه شاه دوشمشیره بت بزرگی ساخته شده بود که رب‌النوع امید می‌نامیدند. واژه آسمایی ریشه‌اش سانسکریت بوده که از دو کلمه آسا که در زبان فارسی امید و مایی که معنای آن مادر می باشد تشکیل شده است. معنای دقیق آسمایی را بعضی ها مادر آرزوها و بعضی ها خدای آرزوها می گویند و الهه امید مفهوم همه جانبه آن را بیان می دارد. پس از حملات عرب ها کابل شاهیان بت‌ها و معابد خود را به طرف جنوب یا شمال غرب هند کوچ دادند. جنگ میان اهالی هندو مذهب کابلستان با عرب ها در محله که پسانتر زیارت شاه دوشمشیره رحمت الله علیه ایمار گردی تقریبا در فاصله 200 متری معبد آسمایی به فرجام رسید. معبد آسمایی که در آن عصر به قله کوه آسمایی قرار داشت از گزند جنگ سالم ماند. مسلمانان در آن زمان علیرغم 23 بار حمله موفق نشدند کابل را فتح کنند و پس از 23 بار شکست سرانجام اسلام را وارد سرزمین تاریخی کابل کردند و اکثریت مردم آن زمان کابل مسلمان شدند. بعد از گذشت سالهای سال، عبدالرحمن خان در سال 1900 برای هندوها اجازه اعمار معبد را در دامنه کوه صادر کرد. قبالیان به نام دونی چند یک تن از مسافیدان هندوهای کابل ترتیب و ثبت کردید.
این امر باعث شد که به لحاظ حقوقی معابد هندوان و سکهای افغان شخصیت حقوقی نه بلکه به صفت دارای شخصی هویت یابند. معبد آسمایی در سمت راست دروازه دخولی جاده آسمایی و سمت چپ دروازه دخولی جاده جویشیر و عقب مسجد شریف اهالی جاده جویشیر موقعیت دارد. معبد دیگر موسوم به تهاکرجی که 50 متر دورتر از معبد آسمایی موقعیت دارد منصوب به کرشنا دهمین پیام‌آور آیین هندو است. سنگ در معبد تهاکرجی کوه آسمایی موقعیت دارد که مردم هندو بنابر عقیده و پیشینه تاریخی آن سنگ او را هموره با شیر شستشو می کردند که در برخی آثار تاریخی کابل در آغاز این عبادتگاه را به نام زیارت جوی شیر یاد کردند که وجه تسمیه جوی شیر از نظر شیر بر آن سنگ گرفته شده است. در بالای کوه آسمایی و شیر دروازه دیوار با ارتفاع 20 فوت و با پهنای 12 فوت در زمان حمله اعراب بر کابل ساخته شده است که تا کنون نیز پا بر جاست. یکی از این روایت ها این است که می گویند پادشاه ظالم به نام زنبورکشاه برای اعمار دیوارهای کوههای آسمایی و شیر دروازه و بالاحصار به همه سکنه شهر امر داد تا به نوبت از هر خانه یک نفر برای رساندن گل و سنگ و آب در قله های کوه به کار بروند تا مواد عمرانی را برسانند. هرگاه شخصی از خانواده در روز نوبت حاضر نمی شد، پادشاه ظالم آن شخص را به جبر حاضر کرده و در دیوار کوه زنده می گذاشت و بالای او دیوار می کرد. روزی از روزها در جمله دیگران نوبت به خانه ای رسید که در آن فقط یک پیرمرد سال خورده و لاغرندام با یگانه دختر جوانش زندگی داشتند. سپاهیان پادشاه می خواستند که پیرمرد سال خورده را به کار ببرند. دخترش که دید پدر پیرش توان حرکت کردن و کار را ندارد و سپاهیان او را به زور سر نیزه می برند، ناچار به جای پدر خود به کار در کوه برآمد. با زحمت بسیار خود را به قلعه کوه رسانید و در صف کارگران قرار گرفت و مشغول سنگ دادن شد. از قضا در همان روز پادشاه ظالم برای دیدن جریان کار به کوه شیر دروازه و از آنجا به قلعه های کوه آسمایی آمد. چاشت روز بود، آفتاب سنگ های کوه را گرم کرده بود، تشنگی و خستگی بر همه چیره شده بود. پادشاه در امتداد دیوار حرکت میکرد، دختر جوان دفتن از فرط ناتوانی و بیچارگی در مقابل تشدد و ظلم تصمیم اتخاذ کرد. پارچه سنگ را در دست داشت، به هوا بلند کرد و بر سر پادشاه ظالم کوبید. مردم برخاست، پادشاه ظالم نیز بمرد. در روایت های دیگری گفته شده است که در میان این کارگران جوان نامزد داره که از صبح تا شام با تمام قوت و نیرو با خستگی ناپذیری کار میکرد نیز وجود داشت. چون زمان عروسی آن جوان فرا رسید، او جرأت نمیکرد که رخصت عقض نماید تا مراسم عروسیش برپا شود. روز نامزدش به کوه آمد و در جمع کارگران مشغول کار شد. او در امر خشت بردن و آب آوردن و سنگ دادن و گل دادن مشغول بود و با دلگرمی کار میکرد. روز دیگر زنبورکشا برای تماشای دیوار آمد و از جریان کار بازدید نمود تا آنکه نزدیک دختر جوان رسید. همین که پادشاه به دختر نگاه کرد، دختر چادر برخ کشید. شاه متعجب شد که با مردان در اینجا کار میکنی و از من رو میپوشانی. دختر گفت تو تنها مرد هستی و با اشاره به کارگران گفت که اینها کمتر از زن نیستند. اگر مرد میبودن این همه جور و ظلم تو را نمیپذیرفتند. این گفت و سنگ برداشت و بر سینه پادشاه گفت و او را نقش زمین ساخت. همان بود که همه مردم از ظلم پادشاه رهایی یافتند. ادهی باور دارند که نام آن دوشیزه جوان سومهی بود که مهتاب معنی میدهد. قصه کشتن شاه ظالم با واسطه سومهی از دهن به دهن تمام شهر را فرا گرفت. مکتب آسمایی نیز در دامن این کو برای هندوها وجود داشت که با آنان درسهای مذهبی و زبان هندی را آموزش میداد. بنابر اهمیت تاریخی معبد آسمایی بود که دولت شاهی افغانستان هنگامی که به توسعه راه و سرک سازی بیشتر شهر کابل پرداخت، سرک وسیعی از پیشوری معبد تا چاراهی پلازا ایمار و آن را به نام آسمایی وات یا جاده آسمایی مسما ساخت. در سال 1975 به کمک کشور ژاپن در اثر عرق‌ریزی کارگران افغانی به قلعه کوی آسمایی برج آخذه تلویزیون کابل احداث شد. به هر صورت قسمتی از این دیوارها در ادوار مختلف یا جدیداً اعمار شده و یا هم ترمیم شده اند. این دیوار مرتفع دو کوی شیر دروازه و کوی آسمایی را با هم وصل می کرد و دره کوچک کابل و پل بسته بود که توسط یک قلعه از آن دفاع می شد. در جنوب قلعه بزرگ بالاحصار اعمار شده بود که در ساختمان تعمیر آن عمدتاً از سنگ، خشت خام و گل پخش استفاده شده بود. این دیوار در زمان بابر و جهانگیر کلی مردان خان با ایشان همکاری داشت و دوره احمدشاه دورانی و پسرش تیمورشاه که سردار جهان خان با آنها کمک کرد و زمان امیر عبدالرحمن خان ترمیم یا تجدید ساختمان شده و دهکده های دو طرف دریای کابل را با هم وصل نمود.
قسمتی از این دیوار در ناحیه پل آرتل که مانع تطبیق برنامه انکشاف شهری بود ویران گردید. در دامنه غربی این کوه زیارت سخی نیز واقع شده است. در مورد این زیارت روایتی وجود دارد که گفته می شود خرقه منصوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از سال 1109 تا 1181 قمری که در فیض آباد بدخشان بود، در آخر سال 1181 قمری ولی الله خان اعتماد الدوله به دستور احمد خان عبدالی به سمت قندهار انتقال داد و در اوایل سال 1182 قمری خرقه وارد کابل شد و آن را در محل زیارتگاه کنونی قرار دادند. مدت نگهداری این خرقه از 8 ماه تا 40 روز گفته شده است. در این مدت افرادی از کابل و نواحی اطراف به زیارت خرقه می آمدند. سال انتقال خرقه 1180 قمری و 1182 قمری نیز ذکر شده است. پس از چند روز حاملان صوفی خرقه دو شب پیاپی در خواب دیدند که شخص سبز پوشی که شمشیرش را بر سنگ گذاشته است کنار خرقه با عده نماز می خواند. صوفی از این شخص پرسید که کیست و آن شخص سبز پوش خود را علی کرم الله وجهه معرفی کرد. به همین دلیل از آن پس این مکان به قدمگاه حضرت علی کرم الله وجهه معروف شد. آنها ندا کردند که وقتی از خواب بیدار شدند دیدند که سنگ مذکور دو نیم شده است. این سنگ در دیوار شمالی زیارتگاه در جانب کوه به سنگ ذوالفقار معروف است. حاملان خرقه پس از رسیدن به قندهار واقعه را برای احمد شاه عبدالی نقل کردند. او دستور داد در آنجا زیارتگاهی به نام سخی شاه مردان ساخته شود. تاریخچه این زیارتگاه و کتیبه در داخل آن بر دیوار نصب شده است. در جریان جنگ‌های مختلف تاریخی و هجوم نیروهای چنگیزخان 70% بناهای تاریخی شهر کابل ویران شدند. ما از این مسیر به بالای کوه می رویم، جایی که نمای زیبای شهر از هر دو طرف آن قابل مشاهده است. راه ما هنوز ادامه دارد و اینجا نمای حیرت انگیز از کوه شیر دروازه را می توانیم ببینیم. استاد جواد که ما را در این سفر همراهی می کند گفته هایی دارد. استاد جواد سفر چطور بود؟ زیاد بود. خوب بود؟ خود در تلویزیون بودی سابق نه؟ بله. چی کار میکرد اینجا؟ نبی آنتن یا خب بلد هستی؟ ریاست فرستنده بود. خب خلاص ریاست فرستنده که بودی خب بیخی یه فرستنده هایی که دهی بالا هست تک مربوط رو تلویزیون میدیم تلویزیون ملی میشنه. چطور است همی کو به نظر تو خود از این کابل هم هستی؟ بهترین کوز کوی آسمایی زیگر ویراهای مختلف فرعی که منتهی به این کوه می شوند را بلد است و سال هاست وقتاً فوقتاً از بلندای این کوه دیدن می کند. ما هم برای لحظات آرام می گیریم و نمای شهر را مشاهده می کنیم که سایه جنگ سال هاست بران سنگینی می کند و در این میان آلودگی های محیط زیستی و رشد سریع جمعیت نیز چالش بزرگ برای مدیریت آن محسوب می شود. آسمایی نماد کابل قدیم است و این کوه که در دل خود هزاران داستان را جا داده است و هر گوشه آن حکایت های از تاریخ این شهر باستانی دارد، هم اکنون صدها خانواده را در خود جا داده است. میهنه که دهه هاست به میدان بازی های صلح و جنگ تبدیل شده است و هنوز هیچ روزنه امیدوار کننده برای صاحبداران دیده نمی شود، تاریخ بزرگ دارد. کابل منحیث نماد و پایتخت افغانستان سال هاست شاهد جنگ و درگیری بوده است و در این میان تاریخ و آثار تاریخی آن تا حدود زیاد به باد فراموشی سپرده شده است و ما می خواهیم تاریخ این شهر را برایتان از طریق ویدیوهای این چنینی بازگو کنیم. برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کرده و نظرتان را با ما شریک سازید. اگر آنچه را در این ویدیو دیدید مفید یافتید، این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید تا همه ما دست به دست هم داده و زمینه را برای آگاهی همه از تاریخ و فرهنگ غنی کشور زیبای ما افغانستان فراهم سازیم.
بود.